به نام خدا. با درود خدمت همه شما عزیزان. تو چند پست قبلی به معرفی کناف، ویژگی‌هاش، انواع صفحات کناف و نحوه تخمین هزینه کنافکاری پرداختیم. در این ویدیو به خاطر اهمیت لوله‌های پنج لایه و اینکه تقریباً یک محصول جدید به حساب میاد، طبق روال همیشگی کانال به معرفی این محصول و بررسی ویژگی‌هاش می‌پردازیم. در سالیان گذشته از لوله‌های فلزی برای لوله‌کشی ساختمان استفاده می‌شد. با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی، استفاده از لوله‌های پلاستیکی رونق گرفت. اما جالب بدونید که هیچ کدوم از این لوله‌ها نتونستن مهندس‌ها و لوله‌کش‌های نقطه سنج رو راضی کنند. لوله‌های فلزی بسیار سنگین بودند و نصب اونها هم زمان زیادی می‌برد. همینطور با گذشت زمان دچار فرسودگی شده و مشکلات زیادی ایجاد می‌کردن. لوله‌های پلیمری هم توانایی تحمل دمای بالا رو نداشتن و طبیعتاً برای لوله‌کشی آب گرم انتخاب مناسبی نبودن. اما با تولید لوله‌های جدید و مدرن این مشکلات حل شدن. اگر میخواید با ویژگی‌ها و کاربردهای لوله‌هایی که این تحول رو ایجاد کردن آشنا بشید، ادامه ویدیو رو از دست ندید. لوله پنج لایه چیست؟ لوله‌های فلزی و پلیمری هر کدوم مزایا و معایب خودشونو داشتن. اما مهندسین و تولید کننده ها دنبال یه ایده نو برای ساخت لوله های مدرن تر بودن، تا اینکه ایده هیجان انگیز استفاده همزمان از فلز و پلیمر برای ساخت لوله ها مطرح شد و همینجا بود که لوله های پنج لایه متولد شدن. لوله پنج لایه از دو لایه چسب و یک لایه آلومینیوم ساخته میشه. لایه بیرونی و درونی هم از پلیمر یا پلی اتیلن تشکیل میشه. استفاده از پلیمر به مقاومت لوله ها در برابر خوردگی و رسوب‌پذیری کمک کرده، باعث کاهش وزن لوله و سهولت نصب میشه. همچنین بکارگیری آلومینیوم در لایه میانی لوله های پنج لایه هم باعث افزایش استحکام لوله ها میشه. بد نیست بدونید که برای اتصال دو طرف لایه آلومینیومی از فناوری پیشرفته جوشکاری اولتراسونیک استفاده میشه. نامگذاری لوله های پنج لایه معمولا طبق استاندارد خاصی انجام میشه. برای این کار از سمت چپ به راست در ابتدا نوع پلیمر داخلی، بعد نوع فلز و در انتها هم نوع پلیمر خارجی عنوان میشه. به عنوان مثال PE خط تیره AL خط تیره PE نام لوله پنج لایه است که لایه های داخلی و خارجی اون از پلی اتیلن و لایه فلزی میانی از جنس آلومینیوم ساخته شده. انواع لوله پنج لایه. کیفیت لوله های پنج لایه به نوع پلیمر مورد استفاده و نوع چسب بین لایه ها بستگی داره. لوله های مدرن پنج لایه رو بر اساس نوع پلیمر به کار رفته به سه دسته تقسیم بندی می کنن. دسته اول لوله های پنج لایه PE، دسته دوم لوله های پنج لایه پرت و دسته سوم لوله های پنج لایه پکس. لوله های پنج لایه PE، این لوله ها رو معمولا به صورت PE-ALPE نشون میدن. پلیمر اصلی به کار رفته در این لوله ها از نوع پلی اتیلن است. این پلیمر مقاومت قابل توجهی در برابر فشار نداره،
به خاطر همین بهتره برای لوله کشی آب گرم استفاده نشه. با این حال قیمت مناسب و سهولت استفاده باعث شده که لوله های 5 لایه پی ای خیلی پرفروش باشن. لوله های 5 لایه پرت. پلیمرهای بکار رفته تو این لوله ها هم از گروه پلی اتیلن هاست، اما تفاوت اصلیش با لوله های پی ای در نوع مولکول های اوناست. وجود پیوندهای طولی بین مولکول این لوله ها باعث شده که مقاومت بیشتری در برابر فشار آب از خودشون نشون بدن. طبق استانداردهای معتبر این لوله ها میتونن برای انتقال آب تا دمای 70 درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار بگیرن. بنابراین برای لوله کشی آب گرم ساختمون لوله های پرت گزینه بسیار مناسبی هستند. لوله های 5 لایه پکس. پلیمرهای بکار رفته در این لوله ها دارای پیوندهای عرضی بسیار مستحکمی هستند. از این لوله ها میشه تا دمای 95 درجه سانتیگراد هم استفاده کرد. بنابراین با خیال راحت میتونید برای لوله کشی شوفاژ و آب گرم کن از لوله های پکس استفاده کنید. ویژگی های لوله های 5 لایه. مقاومت در برابر دما. مقاومت در برابر نفوذ اکسیژن. وجود لایه های آلومینیومی در لوله های 5 لایه باعث شده که در برابر نفوذ اکسیژن به آب مقاومت بالایی داشته باشند، در حالی که در لوله های پلیمری مزیت وجود نداشت. مقاومت در برابر مواد شیمیایی. لایه درونی بکار رفته در لوله های 5 لایه از جنسی انتخاب میشه که در برابر مواد شیمیایی مثل اسیدها بتونه مقاومت کنه. مقاومت در برابر فشار آب. لایه های آلومینیوم باعث افزایش استحکام لوله ها در برابر فشار آب میشه. بنابراین برای جریان های پرفشار میتونید بدون هیچ نگرانی از لوله های 5 لایه استفاده کنید. ضریب انبساط کم. در طراحی لوله های 5 لایه از موادی استفاده میشه که ضریب انبساط طولی کمی داشته باشند. همین نکته هم باعث میشه که با گذشت زمان آسیب کمتری به لوله ها برسه.